به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود بر روان شهدای آزادی. من فرمانده احمد شاه جاوید، فرمانده قرارگاه سوچی ولسوالی خوست ولایت بغلان، از بلندی های اندوکش در روزگار ابری و بارونی برفی و سردی شبهای سیاه و تار برای مردم درد دیده و رنج دیده خیش تعهد می دهم که تا آخرین قطره خونم می رزمم و پاسدار آزادی این کشور می باشم. تاریخ آزادی به جانبازی های آزادگان بستگی دارد و این رنگینی تاریخ از خون هزاران جوان کمربسته آزاده است. ما مبارزان و سنگرداران جبهه مقاومت خوستها از شروع تسلیم دهی کشور به خون خاران طالب مصمم و متحد گردیدیم که در نبرد رویارویی با نیروهای طالب شهید شویم و اما زیر با اسارت و گروه نیابتی بیرونی قرار نگیریم. شرایط از این سخت‌تر نمی شود و ممکن راه‌های بیرونی بسته‌تر از این وضعیت نگردد، اما ما سربازان آزاده در دل کوه و کمر گاه و بیگاه بر پیکر دشمن زخم سنگین می زنیم تا دشمن بداند خانه و کاشانه من پناهگاه تروریستان و مزدوران یگانه نیست. سنگرداری و صفشکنی آیین ماست و ما در گوشه و کنار محدوده خوست‌ها برای نابودی گروه می جنگیم که امروز بالای مردم و منطقه ما یورش آوردند و چنین دهشت افغانان سزاوار نابودی هستند. برای ما فرزندان و چریکانی که با یک اراده راستین صلاح برداشته ایم و میر از میم دینمان اجازه داده است تا در برابر هر بیگانه ای که به سرزمینمان آمده اند اجازه ورود ندهیم و نابودش کنیم. باقی هستیم و برای بغاوت سر بلند نکردیم، بلکه از عزت رفته شمار دوباره نگهبانی میکنیم تا آزادگی را مران پیشین به دست آید و در پایان برای خاطر جمع وطنداران و آزادگانی که تا این دم چشم براه ما هستند بیان میدارم. برای ما فرزندان و چریکانی که با یک اراده راستین صلاح برداشته ایم و میر از میم دینمان اجازه داده است تا در برابر هر بیگانه ای که به سرزمینمان آمده اند اجازه ورود ندهیم و نابودش کنیم. باقی هستیم و برای بغاوت سر بلند نکردیم، بلکه از عزت رفته شمار دوباره نگهبانی میکنیم تا آزادگی را مران پیشین به دست آید و در پایان برای خاطر جمع وطنداران و آزادگانی که تا این دم چشم براه ما هستند بیان می‌دهم.